به نام یاد خداوند متعال و سلام بر شما بیننده عزیز به بخش دومی برنامه آخر خط به گونه زنده از نور خوش آمدید. چند گام تا دو سالگی حکومت وحدت ملی، آیا پایان ماه سنبله پایان عمر حکومت وحدت ملی خواهد بود؟ با آنکه برخی از حلقه ها و جریان های سیاسی پایان ماه سنبله را پایان مشروعیت و عمر حکومت وحدت ملی می دانند، اما با نزدیک شدن به دو سالگی این حکومت و تاکید به مشروع نبودن آن، اختلاف میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بر سر عملی نشدن توافقنامه سیاسی که مبنا و اساس روی کار آمدن حکومت وحدت ملی است تشدید یافته است. هرچند انتظار می‌رفت که بر مبنای حکم صراحت توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی در جریان این دو سال لویه جرگه تشکیل می‌شد، اما تا اینجای کار نشانه ای از تشکیل لویه جرگه و عملی شدن برخی اولویت های مهم این حکومت دیدن نمی شود. اما دلیل اختلاف میان رهبران این حکومت در آستانه دو سالگی چیست و در ضعف و کمکاری های یکی از طرف های حکومت وحدت ملی مقصر است یا کلی حکومت؟ در این برنامه آقایان عبدالمعین معین استاد دانشگاه و بشیر بیژن کارشناس امور سیاسی هم تا لحظات دیگر با ما خواهند پیوست، با ما هستند. خیلی خوش آمدین آقای معین. بیاین از همینجا آغاز کنیم که حالا شما هم در جریان هستین و میشنوین از مجرای رسانه ها که در آستانه دو سالگی حکومت وحدت ملی خیلی انتقاد از بالای حکومت که در پایان ماه سنبله عمر حکومت هم به پایان میرسه و از طرفی هم بحث بروز اختلافات هم خیلی برجسته است. شما این مسائل را چگونه میبینید؟ به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. من فکر نمیکنم که در پایان این دو سال پایان عمر ریاست اجرایی و یا حکومت وحدت ملی باشه، چون این چیزی نیست، بلکه پایان عملی نشدن برنامه هاست و بیشتر بحث اجرا نشدن برنامه هایی که هر دو رهبر بر آن تاکید کردند و برخواسته از مفاد یک قرارداد سیاسی بود. این ملال آور است، واقعا دردآور است که چرا انجام نشده و مبحث اختلافات هر دو رهبر هم بیشتر تاکید بر همین مسئله داره که نهاد اجرایی بیشتر تاکید داره که ما همچنان با اراده پیش رفتیم، اما ریاست جمهوری در اینجا یک مقدار کوتاهی کرده و یک مقدار زیاد بهانه گیری کرده و عملی نشده. حالا هر نوع عملی نشدن برنامه های حکومت که به خیر عموم باید بی انجامه، دقیقاً حالا به شر عموم داره تبدیل میشه و وقتی مردم در انتظار هستند که یک حکومت باید با آن برنامه و با آن تعهداتی که مبتنی بر یک قرارداد سیاسی نظام را در دست گرفتن باید عملی میشد، خب طرف مقابل حکومت مردم است. حکومت باید پاسخگو باشه به مردم. حکومت باید پاسخگو باشه به اینکه چرایی این که چرا صورت نگرفته، چرا انجام نیافته. حکومت دقیقاً پاسخگو است. هر دو نهاد رهبری افغانستان پاسخگو هستن، هر دو رهبر. حالا این اختلافاتی هم که در میان هر دو رهبر است، من امیدوار هستم که این اختلافات هرچه سریعتر حل بشه و شفاف بشه و مردم افغانستان در روشنی قرار بگیرن که اصل اختلاف چی بوده و بالاخره حالا ما دیگه اختلافی نداریم و مصمم هستیم که حالا اگر ادامه پیدا کرد حکومت، بالاخره برنامه های حکومت باید انجام بشه. خب یک تحلیلی هم هست که کارشناسان و اغلب ارائه میدن که خب پایان دو سال پایان عمر حکومت وحدت ملی است، استناد میکنن به اون دو سالی که الزام آوری داشت به خاطر اجرای برنامه ها. اما اصل قضیه این هست که وقتی شما در تفسیر اون مواد یا مفاد اون قرارداد میرین، دقیقاً مشخص است که دو سال یک فرصت و یک چالش بوده، یک مسئله بوده به خاطر اجرای برنامه‌های حکومت، اولویت هایی که در اونجا ذکر شده از جمله بحث انتخابات و بحث اصلاحات حکومت داری و بحث مبارزه با فساد، اینها چیزهایی بوده که گام‌های برداشته شده اما هنوز اجرایی نشده، هنوز ملموس نیست. مثلا در بحث انتخابات، بحث اصلاحات انتخاباتی به تفاوقات زمینی رسیدن اما عملا مشخص نیست. در بحث مبارزه با فساد نهادهای جدیدی به وجود آمده اما هنوز اون تشکیلاتش مشخص و روشن نیست، تا ببینیم به کدام سمت میریم. اما امیدوار هستیم که بالاخره هر دو رهبر اولا این اختلافات رو باید صدشو پایین بیارن، به خاطر از اینکه هر نوع اختلاف در بین دو رهبر تنها مربوط به دو رهبر نیست، به یک ملتی است که هر روز در گوشه و کنار افغانستان قربانی میدن و هر روز در معرض تهدید هستند و هر روز زیر فشارهای متفاوت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند. اینها ملال‌آور است، اینها دردایی است که مردم افغانستان هر روز دارن حس میکنن. و وقتی هم که شما میبینید که هر دو رهبر بر سر مسائل اختلاف نظر دارن و این بحث رسانه‌ای میشه، دقیقاً این ملت دیگه توان نداره، توان و تحمل این مسائل را ندارد. این قضیه باید روشن بشه. امیدوار هستم که هر دو رهبر مصمم‌تر باشن و هر نوع تقاضایی که مردم از حکومت دارن مشروع است
و مردم افغانستان هر نوع تصمیمی که بگیرن درست است، و اینکه مردم افغانستان باید پاسخ مثبت هر دو رهبر را بفهمند، ببینند، و این هر دو رهبر مسئول هستند که به مردم افغانستان پاسخگو باشند. بله. و این مشکلات و این اختلافاتی هم که شروع شده بالاخره اینا باید روشن بشه برای مردم افغانستان. بله، حالا چنان که شما اشاره کردین، مردم هم می سوال را دارن که واقعا توافقنامه سیاسی و تشکیل حکومت یک سلسله کارویژه‌هایی را مشخص کرده بود برای رهبران حکومت که باید انجام میدادن در طی این دو سال، و همچنان دوام کار این حکومت و حرکت حکومت هم باید بر محور این توافقنامه و موادی که در درج شده است می بود که بله. تا اینجای کار میگن خوب چنین نبوده و حکومت از این منظر قطعا به نظر منتقدین ناکام است. از طرف دیگر هم قید زمانی دو سال برای تشکیل لویه جرگه و این مسائل هم در توافقنامه تذکر رفته. فکر نمی کنم بنابرای واقعا این انتقادها وارد باشه و موجه باشه بالای حکومت وحدت ملی و رهبران. دقیقاً به لحاظ روانی و به لحاظ اجتماعی تاثیرات بسیار سویی داره بر مردم افغانستان و نحوه حکومتداری را زیر سوال میبرد. اما ما باید ریشیابی کنیم و آسیب شناسی کنیم که ریشه در کجا هست. این ندانمکاری ها و این وقتکشی ها و این مسائلی که بالاخره منتهی نشده به اجراء برنامه هایی که در متن قرار داد هست، چرا این در کجا هست؟ این باید آسیب شناسی بشه. و یک طرف همواره مصمم بوده و دقیقا سماجت داشته به خاطر برنامه های حکومت، و طرف دیگر تفره رفته. آیا واقعا مشکل همین است یا نه مشکل در جای دیگری هست؟ در کجا هست مشکل؟ گره در کجا هست؟ این گره بالاخره باید باز بشه. اما من میخوام یک مسئله دیگر خدمت شما عرض کنم که اصولا اگه بیایم بحثا رو که مکی مبنایی تر بپردازیم به آنها، حالت گذار کشورهای مانند افغانستان چنین است دیگه. وقتی که شما بعد از یک دوران سیاهی افغانستان وارد یک دوران جدید دموکراتیک میشه و فرایندهای دموکراسی و دموکراتیک طی میکنه و با پدیده‌ها و نهادهای جدید آشنا میشه، هنوز خویبوی نداره. به لحاظ به این لحاظ که هنوز ما فرایند توسعه رو طی نکردیم، همواره نوسازی میکنیم و خرابکاری میکنیم. این خاصیت کشورهای جهان سومی که مایل به جهان چهارمی هستن مانند افغانستان. خب ما نهادهای دموکراتیک ساختیم، آمدیم یک دو دوره انتخابات دست و پا شکسته رو برگزار کردیم، اما در آخر همه چی رو زدیم خراب کردیم و دوباره میخوایم از نو بسازیم. و یک حکومتی هم که بالاخره بر حسب اون شرایط بحرانی افغانستان بالاخره وقتی به وجود میآید و فرصت‌های بالاخره باید بود داده بشه، از جانبی هم گروه‌ها و نیروهای مخالفینی که از گذشته باقی ماندن و جدیداً اینها هم فشارهای هنگفتی رو برای حکومت وارد میکنن. از طرفی هم مردم تقاضا دارن و منتظر هستن تا یک روشنایی بالاخره از یک پنجره بالاخره دمیده بشه و مشخص بشه و این نور بالاخره باید پرداخته بشه. خب این مردم حق دارن، اما بازم تکرار میکنم که ملال آور است، دردآور است هر نوع سهلنگاری و هر نوع بیتوجهی به آرمانهای مردم، به تقاضاهای مردم، و اینکه به تعهداتی که هر دو رهبر کردن اگر از هر گوشه‌ای، از هر ارگی و یا از هر سپیداری اگر کدام تعلل صورت میگیره، بالاخره مردم افغانستان حق دارن که در یک فضای بسیار صمیمی این مسائل رو مطرح کنن و در یک فضای بسیار مشخص به مسائل بپردازن و هر دو رهبر پاسخگو هستن. حالا بیا میزان اینکه کدام رهبر و کدام دستگاه و کدام نهاد از این دو نهاد اجرایی حکومت در این امر اجرای برنامه ها مصمم بوده، اینجا باید تفکیک قائل بشیم، اینجا باید بیایم ارزیابی کنیم. نمیشه که همه چیز را در یک کانتکست ریخت، در یک قالب ریخت و گفت چنین است. خب میبینیم که در یک بخشی از حکومت همواره مصمم بوده و همواره تاکید داشته بر این که باید این مسائل اجرایی بشه از یک سال به این طرف. حالا سال اول را اگر شما یک سال مثلا که درگیر بودن، درگیر نهادسازی بودن، درگیر بعضی برنامه‌های حکومتداری بودن، ولی در سال دوم انتظارات مردم بالاتر رفته و یک نهاد می‌بینیم همواره تاکید بیشتری داشته، مشخص از تریبونش مشخص‌تر بوده و واضح‌تر بوده، ولی نهاد دیگری می‌بینیم که تریبونش بسیار پیچیده است و پیام‌هایش بسیار مغلق است. و امیدوار هستم که این تنش‌ها اگر به خاطر خیر امور است و هر نوع اختلافی که اگر به خاطر خیر امور است که می‌خواهد منتهی بشود به یک روشنایی، بالاخره خب ما منتظریم هر چیز زودتر که بشود. بله، حالا سوالی را که من در پایان مقدمه مطرح کردم، واقعا وقتی که بحث از ضعف و کمکاری و سهلنگاری ها در حکومت وحدت ملی میشه، فکر میکنم واقعا نقص تیمی داره یا یک تیم مقصر است در این راستا، یا حکومت وحدت ملی به عنوان یک مجموعه کلی در اینجا کاستی هایی داشته و ناکام بوده برای مردم افغانستان؟ ببینید این خاصیت این نوع نظام هاست، این خاصیت این نوع نظام هاست که اون پذیرش هنوز یک پذیرش ملی نیست. یعنی به عبارتی هنوز نمیخوان قبول کنیم ما که
نهاد اجرایی برایند یک وضعیت سیاسی اجتماعی بوده باید بپذیریم. ببینید این چیزهایی است که باید باز بشه. ما باید بپذیریم که یک نهادی بعد از یک فرایند پیچیده سیاسی اجتماعی به وجود آمد و این را حکومت هم باید بپذیره، مردم هم. این که چقدر کاراست هنوز اینا با هم بافت داره. هنوز نظام افغانستان ریاستی است، یعنی به عبارتی روح نظام ریاستی هنوز از بدنه و از جسم حکومت وحدت ملی بیرون نشده و همه منتظر بودیم که بعد از 2 سال لوی جورگی برگزار بشود و ما تغییر بتبریم به طرف تغییر نظام. در اینجا موانعی ایجاد شده و این موانع درونی است. این موانع باید به او پرداخته بشه، این موانع باید برطرف بشه و شناسایی بشه ابتدا. حالا در موزگیری های سیاسی همواره نهاد اجرایی موضع شفافتر و مشخصتر بوده و زیاد پیچیدگی نداشته، اما نهاد ریاست جمهوری پیچیدگی داره و در اونجا میشه گفت که بالاخره عواملی هست که باید اونا برطرف بشه و یک دست نیست، یک تریبون بسیار پیچیده‌ای است. به این عبارت این پذیرفتگی باید به وجود بیایه، باید همه بپذیرن که یک نهاد جدیدی تأسیس شده، مردم افغانستان، حکومت افغانستان، و اینکه حالا چقدر کارآمد است، چقدر میتونه توانایی دارد که کار کنه، خب بالاخره باید فرصت داده بشه. اما از طرف دیگر خب هنوز فوقیت داره نهاد ریاست جمهوری، صلاحیت های نهاد ریاست جمهوری بیشتر است و نهاد ریاست جمهوری باید مصمم تر میبود، باید در این زمینه بیشتر از همه باید تلاش میکرد و باید حتی نهاد اجرایی را بیشتر تاکید میکرد که به این دستاوردها ما باید برسیم. این دستاوردها دستاوردهای دو رهبر نیست، این دستاوردها و این مفاد و به خیر یک ملت است و باید بالاخره منافع عموم و خیر عموم باید در نظر گرفته بشه. ما اصل حکومت وحدت ملی که مبتنی بر یک قرارداد سیاسی است تنها بین دو رهبر نیست، اصلا بین دو تا تیم هم نیست. این را باید به سطح ملی بکشانیم. این بالاخره یک وضعیتی به بار آمد و بالاخره این قرارداد صورت گرفت به خیر عموم مردم. هر آن برنامه‌ای که هر دو رهبر دارن و حکومت وحدت ملی داره به نفع مردم است و مردم هستن که باید پرسان کنن و مردم هستن که باید بالاخره از هر دو رهبر بپرسن که چرا در کجا چرا شما کمکاری کردید و یا چرا انجام ندادید این مسائل. و انتقادهایی هم که خوب والا به نوع هواداران سپهدار یا کسایی که در انتخابات حمایت کردن از تیم دکتر عبدالله دارن بالای ریاست اجرایی است که خب در طول همین 2 سال موضوعگیری های به نحو منفعلانه داشته و نتونسته که مانند تیم رقیب یا بدنه دیگری حکومت عمل کنه. تا اینجای کار هم خب پرسش های زیادی مطرح است و مردم مطرح میکنند، پرسش ها را که مشخص نشده که ریاست اجرایی اولویت های کاری و کارویجه های چی بوده. از طرف دیگر هم خب برخی ها میگن که انحصارگری و انحصار طلبی تیم رقیب یا تیم مقابل نگذاشته که ریاست اجرایی هم جزی از بدنه حکومت باشه و مانند حکومت ببخشید مانند هر کارهای تعریف شده و اولویت کاری داشته باشه. فکر میکنم واقعا سپهدار نتونست خوب عمل کنه و کار کنه در این جریان 2 سال یا نگذاشتن به نقل. شما ببینید اگه ما منصفانه بیایم به بحث بگیریم و نقد کنیم، آسیب شناسی کنیم به عبارتی، شما ببینید نهاد اجرایی و شخص جناب دکتر عبدالله در زیر 2 فشار بودن. یکی که خب دوستانی که در دوران انتخابات با ایشان بودن و حلقاتی که با ایشان همکاری میکردن، اینها یک مقداری ناراض شده بودن، به عبارتی رنجیده بودن و بیشتر تاکید داشتن که چرا جناب دکتر عبدالله از مسامحه کار میگیره و این مسامحه به ضرر ماست، چرا یک موقف تندی نداره. ولی همواره خب تاکید جناب دکتر عبدالله این بوده که ما به خاطر مصلحت عموم و به خاطر یک اصطلاحی دارن ایشان به نام سلامت، به خاطر سلامت افغانستان به قول خودشان بالاخره اینا از مسامحه کار گرفتن و از تساهل کار گرفتن و از یک صبر ملی کار گرفتن که بالاخره به تنش ها نینجامه. از طرفی هم ایشان بالاخره به عنوان بخشی از حکومت مسئولیت داشتن تا با نهاد ریاست جمهوری در یک توافق برسن تا اینا برنامه ها عملی بشه. این دو فشار بالاخره به نتیجه به وضعیتی رسید که اختلافات بسیار تیره شد و این اختلافات باید برطرف بشه و از جانبی هم خب رضایت کسانی که در یک دوره انتخاباتی در یک دوره سیاسی با یک فردی وفاداری نشان میدن خب برای یک رهبر مهم است، باید رضایت اونام کسب بشه، این مثلا بسیار مهم است. اما یک مثلا هم است که اگر ما بیایم در هر دو طرف هنوز نگاه تیمی داشته باشیم، هنوز نگاه انتخاباتی داشته باشیم به حکومت و زود همدیگر را دستبندی کنیم به خاطر کوچکترین مسئله ساده و کوچکترین اختلافی که به وجود میاد، بیم بحث‌های تیمی رو مطرح کنیم و از همدیگر فاصله بگیریم و از وضعیت ملی بیرون شیم و زیاد به یک مقدار وضعیت رو ملتهب کنیم و تیمی بسازیم، فهم میکنم این واقعا به ضرر مردم افغانستان است، به ضرر افغانستان است. همین اختلافاتی که پیش اومد خب ایده سعی میکنن که این اختلافات رو تیمی جلوه بدن، اما چون این چیزی نباید باشد، هر دو رهبرم تمام تلاششان این است که اختلافات در سطح ملی مطرح بشه. حالا اگه جناب دکتر عبدالله
خب تاکید میکنن به خاطر این که خب حرف شنوی کمتر بوده از جناح مقابل. یعنی بحث ملی است، یک بحثی است که ما به خاطر بالاخره قول و قرارهایی که کردیم، به خاطر بالاخره اموراتی که باید انجام میدادیم، در اینجا کنکاری شده، یا ما کردیم یا شما کردیم، بالاخره ما باید به توافق برسیم، بالاخره باید اینا عملی بشه. ما قول دادیم به مردم و این کار ماست، جهان هم داره ما رو نگاه میکنه و نظارگر است و متناظر به واقعیت، باید عمل کنیم، نه به خاطر این که خب چرا جناح تیم اجرایی قوی تر بشه، چون این چیزی نیست در نفس قضیه. اما خب مطرح میشه این مسائل، طوری مطرح میشه که گویا جناح ریاست اجرایی در حالت ضعف به سر میبره، رو به طرف انزوا است، چون این چیزی نیست. من امیدوار هستم و به عنوان یک شهروند افغانستان که این دیدگاه هایی که مطرح میشه به خاطر فروپاشی حکومت مطرح میکنن، به خاطر از بین رفتن حکومت مطرح میکنن، من فهم میکنم که چون این دیدگاه های بسیار زننده است در همین طور یک شرایط، به هر صورت این اختلافات امیدوار هستیم که به نتیجه مثبت بده. همین حکومت بالاخره باید تلاش کنه تا این برنامه هایی که روی دست گرفته، آنهایی را که انجام داده و آنهایی که مانده، بالاخره اینا باید انجام بیافه و ما از این وضعیت بیرون شیم. همین حکومت است که میتونه از این وضعیت خود بکشه و مردم افغانستان به یک سمت بهتر هدایت کنه. اما اگر نکرد، خب طبیعتاً هر حکومتی که برنامه‌هایی را که قول داده باشد و اجرا نکند، ناکام خواهد بود، ناکام خواهد بود و در تاریخ هم ثبت خواهد شد. بله، تا اینجای کار نشانه‌های دیده نمیشه که اولویت‌های کار این حکومت عملی شود، بخصوص موارد مهمی که در توافقنامه سیاسی تذکر رفته. از طرف دیگر هم سوال دیگری هم که بارها به حکومت مطرح شده و انتقاد دیگری بهتر از بگویم مطرح شده است که از آغاز شکل‌گیری حکومت وحدت ملی به عنوان یک حکومت یا یک مجموعه کلی اینا عمل نکردند. تیم رئیس جمهور بر مبنای اون برنامه‌هایی که خودش در دوران انتخابات داشت کار کرد و ریاست اجرایی هم کوشش کرد که بر مبنای برنامه‌های انتخاباتی که داشتن عمل کنند. یعنی اون چیزی که به مردم وعده دادن که تلفیقی از تحول و اصلاحات بود، چنین چیزی نشد و از همین جا بیشتر مشکلات این حکومت بروز کردن شد. بله، شما ببینید بالاخره یک نگاه بدبینانه و نگاه سوی در بین هر دو جناح در آغاز حکومت وحدت ملی هنوز وجود داشت. این نگاه ها یک مقدار گاهی سمتی می شد، گاهی وارد قالب های دیگری می شد که دقیقاً اون میزان همدیگر پذیری را کاهش می داد و به طرف وارفتگی حرکت می کرد. ولی هر دو رهبر مصمم بودند و منصفانه بد کار نکردن، به خاطر اینکه این روحیه انتخاباتی و روحیه تیمی به روحیه ملی تبدیل بشه. من بازم تکرار میکنم که نهاد اجرایی را باید پذیرفت. من نوشته ای دارم در باب ریاست اجرایی و میشه گفت کتابی هست که انشالله امیدوار هستم چاپ بشه، چگونگی پیدایش ریاست اجرایی و بعد از یک تحولات سیاسی اجتماعی در افغانستان. این باید پذیرفته بشه، ما باید بپذیریم وقتی یک نهادی در چارچوب نهاد حکومت به وجود میآید، این نهاد هر چند ضعیف یا کارآمد هست، یک نهاد ملی است. این را باید بپذیرند. نباید یک نهادی که تازه به وجود میاد، به جانب این نهاد بسیار نگاه سوی داشت، به جانب این نهاد نگاه بسیار ضعیفی داشت و زیاد تلاش نکرد که باید یک همدیگر پذیری به وجود بیاید که چون این کارهای صورت گرفت. این باید اولا پذیرفته بشه. بعد باید پرداخته بشه به این مسئله که این نهاد تا چه میزان میتونه کارایی داشته باشه. وقتی که این کارویژه ها و وقتی که این اهداف در درون یک نهاد جدید تعریف نشود و پرداخته نشود و همکاری نشود، مسلما اون نهاد ضعیفه خواهد بود. حکومت و بخش ریاست جمهوری باید تلاش کنه که ریاست اجرایی موفق باشه به عنوان یک نهاد ملی، نه اینکه تلاش بشود که این نهاد ضعیف باشه، تلاش بشود تا در این نهاد تنش به میان بیایه، و از این طرف نهاد اجرایی هم باید تلاش کنه تا در کنار ریاست اجرایی، ریاست جمهوری باید برنامه ها رو به شکل منظم پیش ببرد. من تکرار میکنم بازم حرف خوده که مصمم بودن افراد و کارگزاران حکومت هم در پیشبرد برنامه ها و قول و قرارهایی که در متن قرارداد هست بسیار مهم است. این ساختار کارگزارانی دارد و این رابطه دوسویه داره. یکی میبینید در درون نظام بسیار مصمم هست و بسیار علاقمند است که این برنامه‌ای که یا این پالیسی که بالاخره باید اجرایی بشه بسیار تلاش میکنه. ایده میبینید که مانع ایجاد میکنن، ولی وقتی شما در سطح سیاسی و در سطح ملی در حرم قدرت میبرین، خب اینجی مردم افغانستان در مقابل شما قرار دارن و اینجی بحث حیثیت سیاسی است و در اینجی بحث ثبات سیاسی است و در اینجی بحث مسائل امنیتی است، مسائل اقتصادی و انکشافی حکومت است. این برنامه هایی که در متن توافقنامه نوشته شده و به عنوان مفاد شناسایی شده، اینها بالاخره به خاطر بهبود وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان است، نه به خاطر بهبود وضعیت دو تیم. این اصلا به دو تیم ربطی نداره، این به خاطر مسائل افغانستان است. امیدوار هستم که هر دو رهبر دقیقا از این اختلافات بالاخره بیرون بیاین و اگر این اختلافاتی هم هست
بخشش شاید طبیعی باشه و بالاخره منطقی باشه، اما بالاخره پاسخ شفافی باید داده بشه و ما بریم به سمت از این که بالاخره این برنامه اصلاحات انتخاباتی، برنامه های انکشافی افغانستان، برنامه های مبارزه با فساد، اینها عملی بشه تا مردم افغانستان بیشتر اعتماد کنن و هر دو رهبر و به عنوان کارگزاران یک ساختار جدید در درون نظام افغانستان، هر دو رهبر باید در این که حس وفاداری مردم نسبت به نظام را افزایش بدن باید تلاش بسیار جدی داشته باشند. بله، یک فرضیه دیگه هم بارها مطرح شد، شما شنیدین که بخصوص پس از اینکه حکومت به نحوی نتونست یا نخواست که بحث اصلاحات انتخاباتی را عملی بکنه و کار روند را آغاز کنه، برخی اومدن مطرح کردن که خب به هر دو جنای حکومت هم رئیس جمهور و هم رئیس اجرایی به نحوی عمدن نخواستن که اصلاحات انتخاباتی بیه و آنچه که به مردم وعده دادن عملی کنن و تداوم این روند را هم مردش توافق کردن که خب ریاست اجرایی هم تا 5 سال نگوشه اگر این حکومت دوام داشته باشه و ارگ هم می باشه و حتی ایران هم گفتن که شورای ملی هم در این مسئله با حکومت در توانی بود و اونا هم نخواستن که بس اصلاحات انتخاباتی بیه و انتخابات برگزار شود که اینا هم در کنار این ریاست اجرایی حکومت همین پارلمان هم به همین وضعیت دوام داشته باشه. بله، یک فرضیه همه بود که تحلیلم تا الان جریان داره که بله یک تبانی بین دو رهبر هست، هر دو رهبر تبانی دارن با پارلمان افغانستان، نهاد قانونگذاری، به خاطر دوام و بقا و به خاطر اینکه شاید هنوز زمینه ها مساعد نیست، ولی فکر میکنم این یک تحلیل ضعیف باشه، زیاد تحلیل قوی نباشه. حالا اگر هم این چون این تحلیلی باشه، بالاخره این تحلیل درس خواهد کرد، بالاخره مردم افغانستان در آگاهی قرار میگیرن. شما ببینید زیادم از نظر من زیاد قوی نیست این دلیل و این فرضیه، به خاطر اینکه تمام کمک هایی که اخیرا در امسال به خاطر افغانستان شد در کنفرانس های مختلف از ناتو تا کنفرانس پیشرویی که داریم، یکی از پیش شرط های اینا دقیقا بحث نظام انتخاباتی افغانستان است و اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان، بحث مبارزه با فساد اداری، بحث ترویج دموکراسی و برنامه‌های از این قبیل. اگر چون این مسئله باشد، خب این حکومت حمایت بیرونی را از دست می‌دهد. پس وقتی حمایت بیرونی که مبتنی بر حمایت‌های اقتصادی هست و مردم افغانستان هم منتظر این حمایت‌ها هستند، فهم می‌کنم که در اینجا پارادوکس و تناقض ایجاد میشه. ولی به عنوان یک تحلیل هنوز هست، هنوز در ذهنیت‌ها هنوز موجود است و همه چنین فکر می‌کنن. اما من فهم می‌کنم که اگر این چنین می‌بود، اینقدر این تنش‌ها و اختلافات چیز نمی‌شد، رسانه‌ای نمی‌شد اگر چون این چیزی بود. پس چرا جبهه‌گیری شد؟ پس چرا یک جنایی از حکومت بالاخره واکنش نشان داد و سطح این اختلافات بالا رفت؟ بله، و اینکه تا این دو سال هم واکنش نشان نداد یک جنایی از حکومت به نوعی که خب حالا از دیگر جنایی انتقاد میکنه، این همه فکر نمی کنم جای سوال داره و چرا در این دو سال خاموش اختیار کردن که در پایان عمر حکومت با قول برخیام یعنی اختلافات. ببینید تلویحاً اشاره میشد، تلویحاً جناب دکتر عبدالله اشاره میکرد همواره به رئیس جمهور که این برنامه ها مانده و این دو سال هم در رو به اختتام است و باید صورت بگیره، ولی این کنکاری ها و این ندانم کاری ها و این عواملی که موجب شد تا اینو اجرایی نشود، کار را به جای رساند که بالاخره اختلافات بروز کرد و تمام مردم افغانستان خارج از مرزها هم همه فهمیدن و حالا این روزها هم بالاخره هر دو رهبر به خاطر اینکه این قول و قرارهایی که در داخل متن قرارداد هست باید عملی و اجرایی بشه و مردم افغانستان اینها را بالاخره به عنوان مسئله جدی در نظر گرفتن و اینها بالاخره هم میتونه که برای حکومت دستاورد باشه و هم میتونه برای حکومت چالش باشه. بله، اجرای این برنامه ها حکومت را به مسیر بسیار مطلوب برسانه و عدم اجرا حکومت را به مسیری میرساند که بالاخره اون مسیر خوشایندی برای هم حکومت و هم مردم افغانستان نخواهد. بله، و یک مسئله دیگه هم به اشاره کنم که خب برخی ها به خصوص برخی حلقه های سیاسی و جریان های سیاسی که شما هم میشنوین گاهی میان مطرح میکنن که خب با پایان ماه اسفند عمر حکومت وحدت ملی هم به پایان میرسه و دلیلشون هم بحث عمل نشدن توافقنامه سیاسی است بیشتر و همچنان او مدت زمانی که در توافقنامه قید شده. فکر میکنین اگر این بحث مطرح باشه، حالا الترناتیو یا بدیل بهتر برای جایگزینی حکومت وحدت ملی چی چیزی میتونه باشه؟ من فهم میکنم که دیگه عمر حکومت پایان رسید، حکومت دیگری باید بیاید. این که فهم میکنم که یک دیدگاه بسیار غیر دیپلماتیک است، یک دیدگاه غیر سیاسی است. همین حکومت اگر با تمام مشکلاتی داره، باید زمینه رو برای حکومت های بعدی مساعد کنه. ما که نمیتونیم که یک حکومت رو بگیم پس شو باز ایده جمعشن باز کابینه فرضی برای خود بسازن و بعد خواسته باشن سکان حکومت رو به دست بگیرن. نه، همین حکومت با تمام مشکلاتی که داره باید زمینه برنامه‌های و زمینه انتقال حکومت رو برای افراد اشخاص دیگر آماده کنه در وقت معینش و تا بقیه بیان وارد نظام بشن. ولی اینکه یک ایده بشینن بگن خب بالاخره این حکومت وقتش تمام شده و ایده دیگری به عنوان آلترناتیو یا بدیل می‌خوام بیان، چون این چیزی منطقی نخواهد بود
و این به ضرر مردم افغانستان. همین حکومت با تمام مشکلاتی که داره یکی از وظایفش این است که زمینه انتخابات را فراهم کند تا از همین فرآیند دموکراتیک دیگه مردم افغانستان هیچ بدیلی بجز فرآیند دموکراتیک ندارن، بجز انتخابات نداریم. با وجود یک عالم مشکلات، با وجود یک عالم چالش ها و با وجود یک عالم دست درازی ها و مهندسی ها، باز هم ما همین مسیر، مسیری است جهانی است، مسیری است دموکراتیک است، باید بپذیریم. همین حکومت باید مساعد کند مسیر انتخابات رو مشخص کنه تا حکومت بعدی روی کار بیاید. دیگه مسیری نخواهد بود و این یک خواب و خیال است برای بعضیا. سپاسگزار هستیم، خیلی ممنون. و همچنان آقای بشیر بیژن، کارشناس امور سیاسی و عضو نهاد خدمتگزاران کابل هم تازه در بحث با ما پیوستند. خیلی خوش آمدید آقای بیژن. بله، پیش از آمدن شما با آقای ماین در دو مورد بیشتر صحبت کردیم، که انتقادهایی که حلقه های سیاسی و جریان های سیاسی از پایان عمری حکومت در دو سالگی دارن و همچنان اختلافاتی که در آستانه این دو سالگی بروز کردن. فکر میکنم واقعا در این دو مبحث اگر شما معرفی داشته باشین، اختلافات ناشی از چی میشه در این آستانه دو سالگی و آیا واقعا آخر ماه سنبله شما فکر میکنین که پایان عمری حکومت وحدت ملی است، البته بر مبنای اون توافق نامشون؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر شما و همچنان دوست شریک در بس و مردم نجیب افغانستان. باور من این است که در شرایط کنونی وقتی ما ظاهر میشیم در عقب رسانه ها و میخواییم برای مردم چیزی بگوییم، خوب است که با قضایای مرتبط با سرنوشت ما بسیار تئوریک برخورد نکنیم. یعنی آنچه که مجموعاً در کتاب دیده شده حداقل جوانبی که یک مقدار تطابق داشته باشه با حال و احوال ما. و خیلی از مواردی هم هست که در جاهای تجربه شدن. ما باور ما به این نیست که نظام موجود، یعنی دولت منظور ما هست، خب البته دو تا تعریف وجود داره، ولی به مو روایات عامش که بس ما برمیگرده بر آدرس زمامدارا، اینا در یک قاعده قطعی قرار داشته باشن که هیچ گونه معادله در موجودیت اینا قابل اجرا نباشه، این گونه نیست. این روایات هم میشه مثلا گاهی در نظام های توتالیتر، در نظام های دیکتاتور ما داشته باشیم، اما در نظام هایی که دموکراتیک هست ما روش های متعددی را میتونیم پیش رو داشته باشیم، اما آدرس ها فرق میکنه. مثلا من با این گپ موافق هستم که آدرس هایی که انحصارگران قدرت بودن در افغانستان و حالی هم قد بلندک میکنن، نه با او ادا و انداز موافق نیستم، اما شیوه های در چارچوب روایت های دموکراتیک وجود داره. وقتی ما میبینیم که از وضعیت کنونی یک دانه سرطانی بروز میکنه، ای باید علاج شوه، نمیشه که ایره به حالت خودش گذاشت که ای پن شده بره و بالاخره تمام پیکر فرا بگیره. آنچه که فعلا ما با او مواجه هستیم قابل پیشبینی بود. سران حکومت 50-50 آقایان غنی و عبدالله از روز اول اثبات کردند که اینا برای این کشور، برای مردم این کشور تعهد ندارن. حوزه تعهد اینا بسیار منحصر و محدود به امو کمپاینرهایشان بود، به امو خانواده هایشان بود. عاقبت کار حداقل شما هم میشه شاید باشین، این رسانه شما، آرشیف شما، که ما به این روز از مدت‌ها قبل پیشبینی کرده بودیم. ما مطمئن شدیم که حضور، ادامه حضور آقایان غنی و عبدالله در عرم قدرت متاسفانه باعث افزایش همه مصیبت‌ها و بدبختی میشه. دلیلش هم میدونین چرا؟ دلیلش بر این برمیگرده که اولا این آقایان به عنوان زمامداران رأس قدرت نه قیافهشان، نه کرکترشان، نه عملکردشان، هیچ چیزش به زمامدارای نظام های دموکراتیک نمیمونه. برخورد اینا، یعنی شما وقتی دقت بکنین، برخورد اینا طوری است که حتی در تاریخ معاصر افغانستان که ما ایجا نظام های توتالیتر داشتیم، یعنی زمامدارانشان مثل آقای ترکی، امین، کارمل، نجیب،
یعنی در اینمی قیافه که اینها گاهی ظاهر میشن، اونمایی که سردمداران نظام های توتالی تر بودن ظاهر نمیشدن. بنابرای اگر ما مطمئن میشیم منطقا که اینها در مسیر انجام مکلفیت هایشان صادق نیستن، حرکت نمی کنن، خب مسلمن که در شرایط دموکراتیک ما میتونیم به یک سلسله اقدامات مدنی. بله این روزها دقیقا نرسیده که شما مطرح کردین از سوی خیلی ها مطرح میشه، پس حالا بدیل چی باید باشه، چی کاری باید صورت بگیره که وقتی اینا میگیم حکومت ناکام بوده و کار برای مردم نتونستن انجام بده؟ خب افغانستان کشوری است که برای بار اول در اینجا دول دموکراسی نواخته میشه، در حالی که هیچ کسی اعتقاد به این تعریف یا به این ساختار نداشته. ما اگر بخوایم که بسیار علمی تر و منطقی تر بحث بکنیم و هم با توجه از تجربه دیگر کشورها، از این مراحل باید عبور کرد تا اگر بخت یاری بکنه که ما واقعا به یک دموکراسی واقعی دست پیدا بکنیم. حتی گاهی هم فکر میکنیم ویژگی ها و خصوصیات سیاسیون خود ما را که مطالعه میکنیم، گاهی هم فکر میکنیم که حتی رسیدن به دموکراسی کار یک نسل است. ما باید حوادث متعددی را پیش سر بگذاریم تا ای که ما به اون مرحله برسیم. بدیل به نظر ما نظام دموکراتیک است. این آقایان تعهد سپرده بودند، برابر با تعهدشان صادق نبودند. ما نه خشونت میکنیم نه زنده باد و مرده باد، فقط سلب اعتماد میکنیم. ما با مراجعه به نهادهای با اعتبار بین المللی به یک مقدار ساختارهای واقعا مدنی و ملی در سطح در داخل کشور، ما میتونیم که روی یک معادله دیگه که کارا واقع شود، مفید واقع شود برای آوردن دموکراسی در افغانستان، ما متوسل شویم. این بیشتر کار اشخاص پروفشنال در راستای نظام سازی و اداره و سیاست و اینها است، اما با عقل ناچیز تا جایی که ما میدانیم روش های متعددی وجود داره، یعنی متمرکزی قدر دوگم نیست برخورد با پدیده به نام دموکراسی که ما داریم یک مرحله جای به جای خیز بزنیم که فکر کنیم ما ورزش میکنیم یا سپورت میکنیم. یعنی ما میتونیم شیوه های دیگه را جستجو بکنیم، ولی در عین حال مطلقا با اراده مدنی بودنش، دموکراتیک بودنش، ملی بودنش، همگانی بودنش و حتی معمول بودنش در سطح جهان. سپاسگزار هستم. ادامه برنامه تا لحظات دیگر. باز هم خوش آمدید بیننده برنامه آخر خط به گونه زنده از نورسید. آقای معین‌الا، پیشتر شما یک مسئله را مطرح کردین، خب به نحو کسانی که میان از حکومت انتقاد میکنن که حکومت تا اینجای کار ناکام بوده و وعده هایی را که به مردم داده نتونست عملی بکنه، و آقای بیژن هم گفتن که از آغاز پیش بینی میشد که اینمی روند و اینمی حکومت ناکام است، و گفتن که خب بدل بهتری برای این حکومت وجود نداره. اما آقای بیژن گفتن که خب این نمیتونه که یک قالبی تعریف شده باشه یا یک ساختار تعریف شده باشه که اگر ما از این مسیر منحرف میشیم به زیان ما باشه، بلکه اگر مردم اراده کنن و کسای دیگری بیان کار کنن میتونیم یک روند بهتر رازی به وجود بیاریم. ببینید، من پیشتر به شما گفتم که فرایندهای دموکراتیک در کشورهای مثل افغانستان هنوز جدید است و هنوز به اون مرحله نرسیده، به اون پختگی نرسیده. یعنی شما هم در جنای مخالف مشکل دارین، هم در جنای بله حکومت. تقریبا 14 سال از یک دهه بیشتر ما بحران هاست. این بحران ها پیش اومدیم، بله چند دور انتخابات بحران هاست در... هم مشکل داشت بله. و این انتخابات ما البته متاسفانه بله. که بیشتر از گذشته ها با مشکلاتی همراه بود و نتیجه اش با وجود آمدن نظام یا حکومتی شد که در گذشته قطعا در افغانستان تجربه نشده باشه. بله. پس سوال اصلی است که سوالی را که مردم دارن که واقعا ما تا چه زمان این می روند کجدار و مریض باید پیش ببریم؟ این ریشه در مناسبات اجتماعی و سیاسی افغانستان و در فرهنگ سیاسی افغانستان داره. این چیزی نیست که یک دم باید اجرا بشه، ما یک دم وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برسانیم. تیمش یعنی عوامل مختلف درون اجتماعی و سیاسی داره و اینا باید بررسی بشه. یعنی شما جامعه را وقتی بررسی میکنین، خب حکومت هم در این کانتکست قرار میگیره. وقتی حکومت ناکام است، جامعه هم حتما جامعه ناکامی است. اینا به هم ربط داره این مسائل. اما حکومت مسئولیت پذیر است و باید بیشتری مسئولیت را بر شانه های حکومت باید گذاشت.
به این خاطر که ایده وقتی که آتش حکومت داری دارن به قدرت برسن باید پاسخگو باشن به نیازها و به اون قول و قرارها. بحث می است که بحث بدیل بودن اولا باید تعریف شه. بدیل چیست؟ بدیل از کدام کانال و از کدام چند مسئله را مطرح میکنم. من باز هم به شما گفتم آقای بیجان گفتن که ما میتونیم اینا را سلب کنیم با مراجعه به نیازهای بین المللی و نیازهایی که در درون افغانستان است. انتخابات برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی برخی علاقات سیاسی مطرح میشه. این مسائل هستن که ببینید آیا همین نهادهایی که خب قرار است که مثلا سلب حکومت را تقاضا میکنن چقدر در انظار مردم و چقدر در دل مردم شیشته هستن و چقدر مردم باز اینا رو میپذیره به عنوان کسانی که خب در یک جا بشینن و بگن این حکومت نباشه حکومت دیگری باشه و ما میایم حکومت میکنیم، آیا مردم باز اینا رو میپذیره یا نمیپذیره؟ این یک مسئله بسیار عمده است. باز هم به شما تکرار میکنم این حکومت ها بقای قایی ندارد و نهایی ندارد، بالاخره باید عوض بشه و بهترین فرایند با تمام شکنندگی ها و با تمام مشکلاتی که افغانستان داره فرآیند دموکراتیک انتخابات است. ما باید بپذیریم که هیچ راهی به جز انتخابات نداریم. همین حکومت با تمام همین مشکلات باید مسیر انتخابات را روشن کنه، باید فرایند انتخابات را باثبات بسازه. خب در و باید از درون کانال انتخابات همین حکومت قدرت را انتقال ده، همین حکومت قدرت را باید از درون نهاد انتخابات انتقال ده با رأی مردم به حکومت بعدی. خب این حکومت نیست. نتیجه فکر میکنین برایند انتخابات است یا یک حکومت همین... که با توافق دو تیم و دور زدن آرا و اراده مردم افغانستان به وجود میاد؟ من به شما بیشتر اصل اختلافات گفتم که اختلافات در کجا هست، اینو باید برطرف بشه. اگر در نهایت برطرف نشه ما به طرف بی‌ثباتی میریم. در این بی‌ثباتی یک عده دموکراتیک فکر میکنن، یک عده غیر دموکراتیک فکر میکنن، یک عده دموکراتیک فکر میکنن میگن ما برخورد مدنی میکنیم، یک عده برخورد مسلحانه میکنن و این وضعیت افغانستان بسیار وضعیت شکننده ای هست. این واقعیت متناظر افغانستان است که ما لازم میبینیم. شما یک فعالیت مدنی شروع میکنید ولی یک منجر میشه به یک فعالیت بسیار خشونت آمیز. شما از یک جایی بحث مدنی رو مطرح میکنه، از یک جایی بحث اختلافات سیاسی رو مطرح میکنه و منطقی رو مطرح میکنه، از گوشه دیگه میبینید گروه ها و حلقاتی هستن که مسلح هستن و میخوان که همه چیز رو خراب کنن. ما دشمنی داریم که اگر همین حکومت با تمام مشکلاتش، دشمن همین حکومت، دشمنی که هر روز داره میجنگه، دشمن مردم افغانستان هم است، دشمن یک شخص دموکراتیک هم است. ما باید بسیار سنجیده کار کنیم که یک بهترین گزینه ها رو باید امتحان کنیم. از راه نمیتونیم بیایم به این بپردازیم که ما میخوایم سلب این حکومت رو میخوایم و میخوایم که این حکومت رو براندازیم. نه، بنیاد برانداختن هم در این کشور تجربه نشان داده که بسیار خطرناکه. ما باید اول از گزینه‌های بهتر استفاده کنیم، فشار وارد کنیم بر هر دو رهبر، فشار وارد کنیم بر ساختار نظام. نهادهای بین‌المللی در اینجا باید مصمم‌تر باشن و ما تا این حکومت زمینه‌های که بالاخره باید در او فرایندهای دموکراتیک طی بشه باید اینا را فراهم بسازد، اینا را اصلاح بسازد. آقای من سوال خیلی برجسته و مشخصه که البته این روزها مطرح هست، این است که اینمی حکومتی که خودش آمد توافقنامه سیاسی را ساخت، خواندن و رهبران حکومت در این توافقنامه امضا کردند. موادی که در توافقنامه تذکر رفته تا دو سال گفته بودند که عملی کنن، نتونستن عملی بکنن، را لوی جرگه را برگزار نکردن، اصلاحات انتخاباتی را نیاوردن و تغییر نظام که در کل مطرح هست نتونستن چنین کار را انجام بدن. مشخصا پیشنهاد شما چی است و چی باید شد؟ حالا اینا خود ناکام بودن و توافقنامه‌ای را که خودشان ساختن عملی کردن نتونستن. چی پیشنهاد مشخص میکنید شما؟ سطح اختلافات برای مردم افغانستان باید مشخص بشه که آیا در اینجا ساختار نظام مشکل داره یا کارگزاران مشکل دارن. هر کارگزاری که در درون این نظام هست، در هر موقفی که هست، اگر اراده واقعا خیر داره به خاطر مردم افغانستان، باید مشخصا موضع خود را روشن کنه و اگر کسانی که ندارن باید مشخصا باید آدم بشناسه که کیا هست. این مسئله بسیار حکومت به عنوان یک مجموعه و به عنوان یک کتله اگر ضعف و ناتوانی داره مطرح هست، نه تنها ما نمیتونیم بیشتر قضاوت بر مبنای تیم ها در سطح ساختار، بله در سطح کارگزار. وقتی شما به عنوان کارگزار در یک گوشه از حکومت اراده نیک دارین و کارتان نمیشود، شما بالاخره از گزینه هایی است که استفاده کنید و پیام خود را به مردم افغانستان برسانید. همه که در درون نظام با اراده غیر ملی کار نمیکنند و گفتم پیشتر به شما که بخشی از کارگزاران همین نظام حکومت وحدت ملی مصمم هستن، بخشی مصمم نیستن. یعنی مشخصا خوب میگن که اینمی نظام با اینمی وضعیت لنگان روان باشه و ما بدیل بهتری برای از این نداریم و نمیتونیم. باید فرصت بدیم، باید فرصت بدیم، باید این خب دو سال خوب فرصت بود اینا اختلافات باید پایین بیاید، باید پایین بیاید. همین حکومت با تمام ضعف‌ها باید زمینا رو مساعد کنه. همین حکومت توان داره که مساعد کنه. همین حکومت میتونه با نهادهای دموکراتیک در داخل بشینه و اگر حکومتی هست که مشروع نیست و اگر حکومتی هست که بالاخره باید سلب بشه، بعد جهان چرا داره اعتماد میکنه و کمک میکنه؟ مگر جهان نمیبیند این پولای هنگفته که صورت میگیره؟
اما وقتی بیشتر به شما گفتم بسیار دردآور و ملال‌آور است وقتی اختلافات به سطحی میرسه که هر دو رهبر با هم تا این سطح اختلافات خود نشان میدن. پس حتما این ریشه داره. ریشه ازیدا باید شما بالاخره آسیب شناسی کنین. دلیل کجاست؟ ریشه کجاست؟ عامل کجاست؟ حتما نشان میده که یکی از رهبرها بسیار متعهد است و با اراده است. دقیقاً از قضایا که چنین معلوم میشه. و یکی با اراده نیست. این باید شفاف بشه. باید مشخص بشه که آیا این ساختار نظام آسیب پذیر است یا این افراد و اشخاص اراده هایشان فرق میکنه و تفاوت داره. که چرانچه چنین این چیزی هم هست. این باید مشخص بشه. بله. این مسئله بسیار مهم است. اما اینکه ما بیم آنن تصمیم بگیریم، فهم میکنم که دقیقاً راه به جایی نخواهد رفت و دقیقاً مزید بر علت مشکلات افزوده خواهد شد. کاش که مخالفین حکومت افغانستان دموکراتیک ها می بودن. کاش که مخالفین حکومت افغانستان افراد و اشخاصی می بودن که مدنی فکر می کردن. این کشور که دشمنان مختلفی دارد، در هر کوچه و پس کوچه دشمنان در کمینن. بله. که همه چیز را خراب کنن. وقتی که خراب کردن جای دموکراتیک هم آدم دموکراتیک هم دیگه در اینجا نیست. بله، سپاس گزارم. آقای بجن، خوب دو مسئله مطرح شد. بیشتر یک مسئله ای که نیادها یا جریانهایی که میان از حکومت انتقاد میکنن و به نوع میگن خب ما بهتر از حکومت هستیم، سوالی است که اینا چقدر در انظار مردم افغانستان و در میان مردم جایگاه دارن. بحث دومی که خب تا اینجا حکومت ناکام بوده، ما نمیتونیم یک بدیل بهتری به وجود بیاریم، باید هنوز هم منتظر بمونیم تا ببینیم که چی میکنه این حکومت. من فکر میکنم که خیلی مختصر بر این مسائل ما در بخش اول صحبتم پرداختم. اولا اینکه هیچ وقت هیچ آدرسی حتی اقل با این مسئله نپرداختن که نیادهایی که از حکومت انتقاد میکنن خودشون چقدر جایگاه مردمی دارن. گفتم کسانی که با قدرت به شیوه انحصاری در این مدت برخورد کردن، کسانی که همیشه قدرت را در اختیار داشتن، محصول کارشان تبایی و بربادی و رنگزردی و بیچارگی امروز است. به هیچ عنوان دیگه او آدرس ها دلچسب نیست. مثل که داد و فریاد آقای عبدالله، آقای غنی امروز برای هیچ که انسانی در افغانستان دلچسب نیست، از اونا هم به همین شکل. این چیزا لیمیت زمانیش قید بود، اکسپایر شده، روی از او بس نکنیم بهتر است. دید کلی مردم افغانستان همین گونه است. اما من میگم که این گونه وهم اگر ما ایجاد میکنیم که گویا پدیده ها در نظام های دموکراتیک اینقدر دوگم است که هیچ دیگه طریقه برخوردی با خودش نمیپذیره، هنوز در افغانستان تعداد زیادی از مردمی که از این واژگان چیزهایی را پی نمیبرن، شاید اونا به نوعی تلقین شوند که باز کاروبار بازار آقای غنی و عبدالله و این تیپ مردم ها سالیان متمادی ادامه پیدا بکنه. ما میگیم که 15 سال از در افغانستان شعار دموکراسی داده میشه، اما شما میبینید که به واسطه قدرتمندا و زمامدارا، امیدوار هستم امی واژه رهبر بسیار زود استعمال نکنیم، چرا که امی مردمای مورد نظر ما هیچ کدامش به او قیافت هنوز شباهتی ندارن. متاسفانه رهبر یک وجاهت خاص خود می داشته باشه. یعنی رهبران حکومت وحدت ملی نگوییم، اینا میشه ماموران مسئول بگوین، اینا مامور هستن. رهبر این گونه نمی باشه، رهبر این گونه برخورد نمی کنه مثل اینا. رهبر در یک خانه نمی باشه، در یک ولسوالی و در یک ولایت نمی باشه، رهبر در یک سطح یک کشور می باشه، رهبر در سطح یک قاره می باشه. بگذاریم از این مسائل. همه این رفتارها تا همی اکنونه برای از بین بردن اونمو مؤلفه هایی که به واسطه از او دموکراسی در افغانستان تحکیم می شد بوده. یک واقعیت است. امروز آقای غنی و آقای عبدالله رفتارشان چیزی متفاوت از آقای کرزی نیست. ما به این خاطر میگیم که ادامه حضور اینا حداقل فرصت های نسبی که تا حال باقی مانده که ما بتانیم به یک دموکراسی حداقل گام بگذاریم، برسیم نه گام نخستی نبگذاریم، شاید با متوقف ساختن اینا ما این چانس از دست ندیم. در غیر از او خوش ما میبینین یک بار محاسبه بکنین، محاولتان نگاه بکنین، دو سال میشه این آقایان ششته، ما در افغانستان در چی وضعیت قرار گرفتیم؟ خب شما هیچ تیوری دیگه در کار نیست، شما همین دو سال عمل کردی اینا را محاسبه بکنین،
بعد خودتان فکر بکنید که 2 سال بعد چی خواهد شد افغانستان. بسیار روشن است، پاسخ دریافت میشه. معادله ریاضی هم نیست که ما زیاد سرش چرت بزنیم. ما به این خاطر میگیم که با یک جمله را که ایشان گفتن موافق هستم. ما میگم از ابتدا گفتم با دقت برخورد شود. با دقت برخورد شود، نه با احساسات، نه با عاطفه، با دقت یعنی با عقل برخورد شود، چیزی که نیاز است. اگر ما این کار را نکنیم، ما اونمو فرصت های بسیار کمی که باقی مانده که ما یک روز برای این نسل نه، شاید برای نسل شما نه، برای یک نسل دیگه یک میراث خوب داشته باشیم، امور هم از دست میتیم، چون اینا قلدرگونه برخورد میکنن با همه چیز. حالی من هم خوش بودم کاش که این حکومت وحدت ملی به یک حکومت شایسته، به یک حکومت خدمتگزار، به یک حکومت متحد مبدل میشد. کاش که آقای عبدالله به جای کمپاینرایش، به جای خانوادهش، 4 تا آدمی با دیانت و وطن پرست واقعی را مامور میساخت. کاش که آقای غنی به جای کمپاینرایش، به جای کاکا و بچه کاکا و یایش، 1-4 تا آدم خدمتگزار واقعی را در اینجا جای میداد. حال جای ارتش در سر چشم ما بود. ما خب با آقای غنی و عبدالله کدام مشکل فطری نداریم. خب عمل کردی اینا را میبینیم، دوچار رنج هستیم، امینجا محاسبه میکنیم. 2 سال که این گونه سپری شد، حالی اگر 2 سال دیگه اینا بمانه، خود در سر خانه های ما دایش و طالب و در دست کلگ ما کچکل گدایی و وجود کل ما برهنه میباشه. یعنی مسیر امی رقم حرکت میکنه. پس برای از امراض جلوگیری کردن حق ما هست نیست. بله. از امراض کشنده وقتی ما خدا بخوایم نجات بتیم، خدا بخوایم واکسین کنیم، به یک دکتر مراجعه کنیم، حق فطری و حق انسانی و اخلاقی ماست. ما نمیگیم انقلاب 7 ثور بکنیم، ما نمیگیم کودتا بکنیم، ما نمیگیم دیگه انفجار بتیم و پیشتر گفتم حتی زنده باد و مرده باد نمیگیم. ما با رفتارهای مدنی ببینید مثلا مردم در اوکراین چگونه رفتار کرد، مردم در دیگه کشورها چگونه رفتار کرد، با نشان دادن یک رنگ کاخهای سلطنتی را. شما مصر دیدین سرنوشتش، ما سر حوادث کنونیش بر نمیگردیم. بله. اما بزرگترین بدماشایی که بود در همین کشورهای بسیار سنتی، شما دیدین با حرکتهای مدنی کاخشان فرو ریخت. ما باید یک کاری بکنیم. میشه این دوست ما یا هر دوست دیگه یک رای منطقی تر نشان بتن، ما او را رد نمیکنیم. اما تا همین لحظه اگر بخوایم که حوزه بحث بر مبنای منطقی که بله، مسئول واقعیت زندگی ماست، ما پیش ببریم، حضور آقایان غنی و عبدالله در رأس قدرت ما این کشور به تباهی میکشانه. سپاسگزارم آقای معین. خیلی فرصت محدود است، در حدود 1 دقیقه اگر حرفای پایانی شما مانده باشه صحبت کنیم. وضعیت سیاسی در حالت گذار است و هیچ حکومتی، تکرار میکنم که برای ابد در یک نظام، در یک کشور حاکم نیست و با تمام ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی که افغانستان داره، همین حکومت میتونه که اولین قول و قراری را که در متن قرارداد سیاسی است، بحث نظام، اصلاح نظام انتخاباتی. خب آقای بیژن گفتن اگر ما 2 سال را در نظر بگیریم، 2 سال کار کرده از اینا را، خود پاسخ ما دیگه راهی به جز آنن برای ما مشخص میشه که دوامیازی هم به ذره مردم است. راهی به جز این که همین حکومت فشار وارد شه که بتونه همین مسیر را ادامه بده و کانال دموکراتیک را باز نگه داره، دیگر در افغانستان بدیل دیگری فکر میکنم که به ضرر مردم افغانستان. و اینکه تا اینجا چنین کار را نکرده، باز آینده شما چگونه پیش بینی میکنید؟ دقیقاً من معتقد نیستم که با یک تصمیم عجولانه ما بیایم بنیاد یک حکومت را براندازیم و عواقبش هم هنوز در نظر نگیریم، چون این چیزی فکر میکنم به ضرر مردم افغانستان و به ضرر کسانی است که دموکراتیک فکر میکنند. و البته ما ایران بگم که آقای بیژن بحث براندازی حکومت را مطرح نکردن و گفتن که از راه های مدنی مشروع. بله، لسانی که دوست ما صحبت میکنه، من معمول لسان صحبت کردم، من حرکت های سنتی، حرکت های کلاسیک مردود میدانیم، مردود میدانیم. هدف ایست که این حکومت پس حکومت دیگری بیه. حالا شما با وسیله دموکراتیک دارین بحث میکنید، میگن از مسیر دموکراتیک مثلا نهادهای مدنی، برخورد مدنی. من به شما میگم باید مسیر انتخابات روشن بشه، بجز انتخابات دیگه راهی نداریم. هر کسی که اشتهای به قدرت رسیدن دارد باید از کانال انتخابات عبور کنه. رفتن زیر لیاف تیوری خو مشکل شمیج است، نه
ما میگیم که اونمو مؤلفه ای که تو برایش انتخابات میگی اونمو را اینا ریشه هایش از بین میبرن. شما تا یک سال بعد دیگه اگر به همین منوال ادامه پیدا بکنیم در پنشیر رو در لوگر تنها نمیتونی انتخابات بکنی. انتخابات رو در کجا میکنی؟ در واقع نمیشه انتخابات. چرا ما با دیالوگ های بسیار افسانه ای مشغول بسازیم؟ این افسانه ای فهم میکنم که شما دوچار مغالطه شدین جناب آقای بیژن. من خدمت شما عرض کردم که شما وقتی میگین که ما از مسیر مدنی و سیاسی و دموکراتیک بریم بجز انتخابات دیگه منظور شما چی است؟ چیست؟ یعنی یک کسی بیا بگه من آدم دموکراتی هستم. خب بیرون از انتخابات سوء استفاده کنه، انتخابات ابزار قرار بدن، دموکراسی ابزار قرار بدن. راه منطقیش است که سر همین حکومت فشار وارد بشه تا این مسیر مشخص بشه و نهادهای دموکراتیک باید همکاری کنن. ممنون. همین همکاری صورت بگیره. خیلی ممنون. در پایان هم سپاس از حضور و وقت مهمانان برنامه، بشیر بیژن کارشناس امور سیاسی و عضو نهاد خدمتگزاران کابل و همچنان آقای عبدالمعین معین استاد دانشگاه. از شما بیننده عزیز هم سپاسگزارم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.